دوباره برای لحظاتی خودتون رو بذارین جایی مشتریتون. به زمانی فکر کنین که واقعا از خدمات مشتری ناراضی بودین. همه چنین تجربه هایی داشتیم. همه ی ما اوقاتی داشتیم که میخواستیم با نماینده دیگه ای صحبت کنیم یا تلفن رو قطع کنیم یا تلفن رو پرت کنیم. همه ی ما اوقاتی داشتیم که حس کردیم فردی که داریم باش حرف میزنیم خیلی به حرفمون توجه نداره. این گفته قدیمی رو شنیدین که همیشه حق با مشتریه؟ خب واقعیت اینه که همیشه هم اینطور نیست. گاهی مشتری اشتباه میکنه و گاهی مجبوریم بهش بگیم نه. چطوری نمیگین و در عین حال خون سردی خودتون حفظ میکنین؟ از همه مهمتر شانس نگه داشتن رابطه مثبت با اون مشتری رو حفظ میکنین. برای این کار چند تا راه نشونتون میدم. اول اینکه تعیین کنین آیا شکایت یا ادعای مشتری واقعا معتبره یا نامعتبر. باید مشکل رو پیدا کنین و ببینین آیا موضوع قانونیه؟ اگه شکایت معتبره سعی کنین خون سرد باشین و به دنبال راههایی باشین تا منفی رو مثبت کنین. یه مثال براتون میزنم. فرض کنیم یه مشتری تو رستوران یه همبرگر بزرگ سفارش داده. برمیگردین سر میز و میبینین بشقابش خالیه. وقتی ازش میپرسین که غذاش چطور بود شکایت میکنه که واقعا خیلی خوب نبود. اولش فکر میکنین داره شوخی میکنه اما واقعا جدیه و از شما میخواد که همبرگر رو از صورت حسابش کسر کنین. در بسیاری از کسب و کارها جواب ممکن این باشه که عملا حق با مشتری یا یه دسر رایگان به مشتری هدیه میدن یا همچین چیزی هیچ کدوم اینا در اینجا روش برتر نیست در عوض من توصیه میکنم چیزی مثل این بگین او متاسفم که لذت نبردین گرچه به نظر میاد همش هم خوردین این یه فرم نظرسنجیه که میتونیم پیشنهادتونو بگین تا ما به آشپزخونه منتقل کنیم البته این فقط یه مثال اما متوجه موضوع شدیم همیشه نمیتونیم به مشتری چیزی که میخواد و بدیم مخصوصا وقتی که شکایت یا نگرانیشون معلومه که معتبر نیست نگفتن یعنی حفظ نگرش مثبت یعنی روی مشتری کار کنین تا راه حلی دقیق برای خوشحال کردنش پیدا کنین و زمین خودتون رو هم حفظ کنین کلید نگفتن در واقع مربوط به تصمیم گیری در مورد اینه که شکایت مشتری معتبره یا نامعتبر